سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. به نام خدا، من محمد علی طاهری، بنیانگذار طب‌های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی هستم. طب‌های مکمل فوق حدود 30 سال است که در ایران پایه‌گذاری و به مورد تست و تجربه قرار گرفته. مقدمتا توضیح بدم که فرادرمانی در خصوص بیماری‌های جسمی، روانی، روانتنی و ذهنی‌تنی میتونه بیماری‌ها رو مورد مداوا قرار بده و سایمنتولوژی بیماری‌ها و مشکلات ذهنی رو تونسته که مورد مداوا قرار بده. در صحبتاتون اشاره کردید که اساس این طب‌های مکمل بر اصلاح نرم‌افزاری ذهن هست. این اصطلاحی بود که ما در صحبت با مشاورها و فرادرمانگرهای مجموعه هم بهش برخوردیم. خواهش می‌کنم توضیح بدید که این اصطلاح یعنی چی؟ در این خصوص لازم است که بدونیم ما در پشت همه برنامه‌های وجودی ما یک نرم‌افزار وجود داره. نه تنها ذهن، بلکه جسم و روان هم برای خودشون نرم‌افزارهایی دارن. برای مثال یک سلول رو اگر در نظر بگیریم، در پشت اون برنامه‌های نرم‌افزاری وجود داره که نحوه تکثیر، نحوه عملکرد و اینکه در کجا و با چه نقشی حضور داشته باشه در برنامه نرم‌افزاری اون قرار داره. یک سلول در مغز، در خون، در استخوان، در معده، در کبد، در کلیه، در هر کجایی که باشه ساختمان مشخصی داره، ولی بستگی به اون جایی که قرار میگیره نرم افزارش بهش دیکته میکنه که چه نقشی رو ایفا بکنه. و در واقع اگر بیماری حاصل میشه، بیماری حادث میشه، به خاطر تغییراتی است که در نرم افزار اون سلول ایجاد شده. ما با تغییر برنامه نرم افزاری و اصلاح اون و ریسیت کردنش میتونیم برگردیم به وضعیت صحیح و طبیعی اون سلول که ما این رو بهش اصلاح نرم افزاری میگیم. و حالا در یک شرایط این سلول در مفاز کنید تمتوی خدمتون توضیح دادم، در مغز هست، یک بار در معده هست، یک بار در استخوان، در خون و در بخش‌های مختلف. بنابراین برای ما در این زمینه تعدد بیماری مطرح نیست. فرضاً در همین خصوص جسم سلول مطرح هست. اگر ما بتونیم برنامه سلول رو اصلاح بکنیم، دیگه نوع بیماری مهم نیست، چون این سلول در یک جایی واقع شده و در اونجا با رسیدن به برنامه نرم افزاری صحیح خودش میتونه به اصطلاح در نهایت به اصطلاح سلامتی خودش به کارش ادامه بده. بنابراین نوع بیماری در فرادرمانی یا در طب‌های مکمل ایرانی مطرح نیست. یک بار هم این برنامه نرم افزاری در ذهن، در روان و در بخش‌های دیگه هست که به همین شکل میتونه مورد اصلاح و ریسیت شدن قرار بگیره که منجر به بهبود بیمار میشه. در این زمینه توضیح بیشتر خدمتتون بدم که یک سلول اطلاعاتی رو که در خودش داره شامل اطلاعات 100 تریلیون سلول دیگه بدن هست، حالا در خصوص انسان و در خصوص حیوانات مختلف یا موجودات مختلف اطلاعات مختلفی رو در خودش داره. کافیه که ما به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم، یعنی در واقع به بخش نرم افزاری دسترسی پیدا بکنیم. در این صورت با استفاده از این اطلاعات میتونیم ترمیم سلول رو داشته باشیم، ایبیابیش رو داشته باشیم، ریکاوری و بهبودش رو داشته باشیم یا هر زمینه دیگری که مد نظرمون باشه. یعنی در واقع فرادرمانی زمینه رو فراهم میکنه که ما به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم، اونو اکتیو بکنیم و سلول با استفاده از اطلاعاتی که خودش داره بتونه خودش رو ترمیم و اصلاح بکنه و نهایتاً منجر به بهبود بیماری بشه.
جناب طاهری، یکی دیگه از اصطلاحاتی که ما در صحبت با روانشناسا و مشاورای مجموعه و فرادرمانگرها بهش برخوردیم اصطلاح پیوند شعوری هست. خواهش می‌کنم در خصوص این کلمه هم یک توضیح بفرمایید. بله، یکی از تئوریایی که فرادرمانی بر اساس اون استوار هست تئوری پیوند اجزای شعوری هست که این تئوری میگه هرگاه بین اجزای شعوری وجود انسان و شعور کل که باید جداگانه تعریف بشه پیوندی ایجاد بشه، این پیوند شعوری میتونه منجر به خوددرمانی و منجر به فعال شدن اطلاعات موجود در هر جزئی از وجود انسان بشه. یعنی در واقع ما بی‌نهایت اجزای وجودی داریم که یکی از علل بیماری جدا شدن شعور این اجزا از همدیگه هست و هر وقتی یا زمانی که این اجزا با همدیگه اون پیوند شعوری لازم رو پیدا بکنن، اجزا خودشون میتونن در واقع از اطلاعات خودشون استفاده کرده و خوددرمانی اتفاق بیفته. ارتباط تپ‌های مکملی که شما ارائه دادید با تپ‌های رایج به چه صورت است؟ از اونجا که تپ‌های رایج در اکثر موارد نقش کنترل کننده بیماری رو دارند، از این رو تپ‌های مکمل به صورت حاشیه‌ای و جانبی اومدن تا کمک بکنن به تپ رایج و بتونن درمانی رو تثبیت بکنن و به مورد اجرا بگذارن و اصولا فلسفه پیدایش تپ‌های مکمل همین هست. طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی هم بدون اینکه هیچ گونه مداخله‌ای در امر درمان طب رایج وارد بکنه یا مداخله فیزیکی یا مداخله کمی داشته باشه، مثل تجویز دارو، مثل معاینه مختلف، معاینه های مختلف، به صورت حاشیه‌ای میاد و با تغییر نرم افزارهای وجودی امر درمان رو تحقق میبخشه، کاری که تقریبا با دارو غیر ممکنه که انجام بشه. فرق در واقع طب رایج با طب مکمل در همینه و خصوصا طبای مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی این نقش رو به خوبی بازی میکنه که میتونه از پشت صحنه یک درمانی رو تحقق ببخشه. آقای طاهری، خواهش میکنم بفرمایید به عنوان یک محقق نظرتون درباره فعالیت ها و قابلیت های انسان چیه؟ اصولا نام فرادرمانی از اونجا بر روی این شاخه طب مکمل ایرانی گذاشته شده که از نگرشی به نام فراکل نگری گرفته شده که ما در این نوع نگرش که در طب مکمل ایرانی پایه‌گذاری شده انسان رو به عنوان مجموعه بسیار عظیمی از اجزای مختلف نگاه می‌کنیم و در واقع او رو به وسعت جهان هستی میپنداریم که از اجزای مختلفی تشکیل شده که در واقع جسم و روان و ذهن و بخش‌های مختلف، حوزه‌های مختلف، کانال‌های انرژی مختلف جزئی از این بی‌نهایت اجزا هستند و به حساب میان که با خود جهان هستی ارتباط تنگاتنگی داره و انسان جزء جهان هستی و جهان هستی هم جزء انسان به حساب میاد. و در این دیدگاه فراکلنگر ما انسان رو اصلا به صورت یک جزء نگاه نمی کنیم و این خود زمینه ساز بعضی از تحولات دیگر هم هست که جدا از مسئله فرادرمانی و سایمنتولوژی بر روی اون کار می کنیم که در واقع منجر به شناخت بیشتر انسان و تحولات درونی عمیق‌تری در او بشه. در این رابطه توانایی‌های انسان که در اون نهفته هست و توی سال قبلی توضیح دادم اطلاعاتی است که در تک تک اجزای وجودی ما و همه هستی نهفته است. فقط مسئله‌ای که وجود داره این که ما چطوری از این اطلاعات ذخیره شده در هر ذره‌ای و در سلول استفاده بکنیم. یعنی در واقع فرادرمانی و سایمنتولوژی نحوه استفاده از این اطلاعات رو در واقع دا
داره ارائه میده و قابلیت تحول و قابلیت تغییر بسیار زیادی در ما وجود داره. فقط انسان محتاج به برنامه هایی هست که بتونه این نرم افزارها رو فعال و اکتیو و اصلاح بکنه و در بعضی مواقع حتی ریسیت بکنه. مطلبی که وجود داره اینه که در روش های رایج مثلا در روانکاوی نیاز هست که با بیمار صحبت بشه، اما در اینجا نیازی به صحبت نیست و بدون اینکه بیمار لازم باشه ساعت‌های متمادی راجع به وضعیت‌های مثلا روی روانی و بخش‌های مختلف وجود خودش برای پزشک معالجه صحبت بکنه مورد درمان قرار می‌گیره، یا بدون اینکه نیازی به استفاده از دارو داشته باشه. البته بدون اینکه ما یا فرادرمانگرها به طور کلی در روند درمان رایج مداخله داشته باشند یا در نحوه مصرف دارو مداخله داشته باشند. این از محاسن تپای مکمل ایرانی هست که در واقع نیازی به هیچ کدوم از این به اصطلاح ابزارهای کمی نیست. برای جنبندی نهایی این مستند علمی و تحقیقاتی که ما داریم میسازیم لطفاً پیام آخر رو بفرمایید. لازمه که انسان خود رو از نو بشناسه و نگاه صرف کمی خود رو به نگاه کیفی معطوف کرده و جایگاه خود رو در نظام عالم هستی بیشتر مورد شناسایی